فقر و تنگ دستی روایت زندگی این خانواده 5 نفری در ولایت دایکندی است. 4 عضو این خانواده نابینا هستند و تنها فرد بینا در این خانواده طیب است. این خانواده از ساکنان اصلی منطقه سنگان ولسوالی میرامور و مرکز ولایت دایکندی آواره شدند و حالا در سخت ترین شرایط اقتصادی به سر می برند. یا خود من نابینا، دو بچه، دو دختر. نابینایی دیگه از طرف دیگه این رقم مهاجر هم هستی، بازم از یک طرف مشکلی نابینایی، از طرف دیگه مشکلی مهاجری پسپانای مردم. این رقم سخته دیگه، نمیدانی که خداوند چی رقم سر حساب رفته. یا طیبه افسون بر مراقبت از همسر و فرزندان نابینای خود با کار کردن در خانه های مردم لقمنانی را برای خانوادهش تأمین می کند. او راوی سخت ترین روزهایی است که حتی نانی برای خوردن و مواد سوختی برای گرم کردن خانهشان نداشتند. دولت خویش مندم که میاره جای خانه بدیه، خرج بدیه دولت یاره. دولت برای از یا کمک شنه، خدا برای دولت کمک شنه که نه کار ماری بیدنه که ما کار نمیتنم بخاطر که یا رپورته نمیتنم که یا از یک طرف چپشنه. هرچند دکتران به ناصر و طیبه هشدار داده بودند که از آوردن فرزند به دلیل ریسک بالای نابینایی خودداری کنند، اما آنان به این توصیه های صحیح عمل نکردند. این خانم که است دختری کاکای مایا، تو خیلی چیکار گفتی به اصطلاح ازدواج فامیلی بوده، خونسر نخورده، در شفاخانه نورم و دکترشم رقم مورا گفت، گفت دیگه اولاد باید دنیا نهرید که این خانواده فقیر در انتظار فراهمسازی بسته های کمکی از سوی حکومت و مردم هستند تا بخشی از دشواری های زندگیشان کم شود. همچنین طیبه تنها نان‌آور خانواده بیمار هست و قادر نیست که زیاد در خانه های همسایه های خود کار کند.